فصل دوازدهم. بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمتهای الهی از شما درخواست می‌کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. هم شکل این جهان نشوید، بلکه وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. من به عنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است به همه شما میگویم درباره خود افکار اغراق آمیز نداشته باشید، بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است خود را با اعتدال بسنجید. همانطور که در یک بدن اعضای مختلف هستند و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، ما نیز اگرچه بسیاریم در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می‌دهیم و فردن فرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم. بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است به کار ببریم. اگر عطیه ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم دهیم. اگر تشویق دیگران است، باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد. محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسبید. یکی یک را با محبت